مسئله قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی یکی از مهمترین دغدغه‌های مخالفین جمهوری اسلامی در کانادا است. اما جاستین ترودو نخست وزیر کانادا تا کنون از قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی سرباز زده. علت را از کوین وانگ نماینده پارلمان کانادا جویا شدم. پرسش خوبیه. حقیقتش من خودم هم نمیدونم بفهمم چرا. چون در واقع اونا یک گروه تروریستی هستند که خود مردم خود رو کشتن. گروه تروریستی که همینجا در کانادا ارعاب و وحشت آفرینی میکنه و دولت هم واقفه. اما میخواد چشمش رو به روی اون ببنده. و من دلم میخواد یک منطق احتمالی برای این کار پیدا کنم. اما نمیتونم. و این متاسفانه وحشتناکه. اینجا باید اضافه کنم که بیعملی یک انتخابه و دولت ترودو انتخاب کرده که هیچ کاری انجام نده. اونها انتخاب کردن که اجازه چنین وقایعی رو در خاک کانادا بدن و به نظرم این سوال پیش میاد که چرا؟ چه نفعی از خاموشی در مورد سپاه عایدشون میشه؟ برای جامعه ایرانیان کانادا بسیار مهم است که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی به حساب مردم ایران نوشته نشود. به نظرم خیلی مهمه که در وهله اول حساب جمهوری اسلامی رو از مردم ایران جدا کنیم. مردم آزادیخواه و صلح طلب ایران ربطی به رژیم اسلامی ندارن. این چیزیست که گاهی اوقات فراموش میشه. به ویژه وقتی که صحبت از قتل و جنایاتی میکنیم که سپاه پاسداران مرتکب میشه. نه فقط در نقاط دیگه بلکه جنایاتی که در همینجا در کانادا میکنن. خواه ارعاب و آزار باشه یا کشتار 55 تبعه کانادا و کشورهای دیگه در پرواز 752. بنابراین ما باید سپاه رو یک سازمان تروریستی اعلام کنیم تا نتونن به طور قانونی به فعالیتشون در کانادا ادامه بدن. نتونن کمک‌های مالی جمع کنند و هراس آفرینی کنند. ما باید از جامعه ایرانیان کانادایی محافظت کنیم. در خیزش سراسری زن زندگی آزادی، ایرانیان ساکن کانادا تجمعات پرشوری را برگزار کردند که هدفشان بازتاب صدای معترضین داخل کشور بود. صدایی که به گوش سیاستمداران کانادایی رسید و آنها را تحت تأثیر قرار داد. میخوام به مردم صلحجو و آزادیخواه ایران بگم که تنها نیستن، نه در ایران و نه اینجا. مبارزه شما نه تنها دیده و تایید میشه و من نه تنها اون رو تحسین میکنم، بلکه برای شخص من انگیزه بخشه. چون شجاعت ایرانیان برای فریاد زدن و دفاع از ارزش‌هاشون علیه یک رژیم بیرحم باور نکردنیه و باید الگویی باشه برای رهبران. و من با چنین روحیه‌ای در کانادا به تلاشام برای مبارزه با سپاه و جمهوری اسلامی ادامه میدم. مبارزه‌ای که همچنان ادامه دارد و به گوش جهانیان رسیده. بهرنگ رهبری، خبرنگار آزاد، تورنتو، کانادا.